I want to welcome to the National Press Club GOP presidential candidate and Louisiana Governor Bobby Jindal. بابی جندال که یک صدا با دیگر داوطلبان جمهوری خواه نامزدی ریاست جمهوری آمریکا توافق اتمی ایران را توافقی نامناسب و بد می‌داند، در جلسه روز پنجشنبه باشگاه ملی خبرنگاران گفت که مقامات ایران مانند دیگر دیکتاتورهای جهان توانستند در حصول این توافق آقای اوباما را فریب دهند آنچه ما تحت عنوان توافق داریم فریب پرزیدنت اوباما توسط مقامات ایران و فریب سناتورهای خواه توسط پرزیدنت اوباما است دیکتاتورهای جهان همگی از ضعف تصمیم گیری وی سوء استفاده می کنند. او هدف آسانی برای برادران کاسترو، ایران و پوتین بوده است. تنها کسانی که وی توانسته نسبت به آنها بی بماند، جمهوری خواهان در کنگره هستند. مقامات دولت پرزیدنت اوباما بارها گفتند که با وضع های بسیار پیچیده نظارتی 24 ساعته همه فرایند برنامه هسته ایران از معدن تا تولید اورانیوم غنی شده را تحت بازرسی دارند. این مقامان همچنین گفتند که با اجرای کارهای مراقبتی از اینکه پولهای بلوکه شده ایران پس از برداشت شدن تحریمها به دست گروه های تروریستی برسد جلوگیری خواهند کرد آقای جندال که در نظر سنجیهای های نامزدهای جمهوری خواه در بین 17 نفر با اقبال حدود یک درصدی در, در پایین جدول است همچنین در این جلسه قویان از کنگره خاص که توافق اتمی در حال بررسی را رد کنند American policy has been not to negotiate with terrorists. سیاست آمریکا عدم مذاکره با تروریست ها بوده است نه تنها پرزیدنت اوباما با تروریست ها مذاکره کرده است بلکه مذاکره بدی هم با دولتی که بزرگترین حامی تروریسم است انجام داده بنابراین کنگره باید همه تلاش خود را در مخالفت با این توافق انجام دهد و آن را رد کند این توافق تهدیدی برای اسرائیل و اروپا است و کنگره باید باید حد حداکثر تلاش خود را برای اینکه ایران به تسلیحات اتمی دست نیابد انجام دهد. پرزیدنت اوباما بارها اعلام کرده است که در صورت مخالفت کنگره با توافق اتمی مسببه آن نهاد قانونگذاری را به خواهد کرد. کنگره برای ملغا کردن به آقای اوباما به دو سوم آرا نیاز دارد. تا کنون چلو دو سناتور از مجموع صد سناتور موافقت خود را با توافق اتمی و عملا همراهی خود را با پرزیدنت اوباما اعلام کرده. طبق قانون مصوبه کنگره این نهاد 60 روز فرصت دارد که آری و یا خیر خود را پای توافق اتمی ایران با جامعه جهانی بگذارد فرهاد پولادی صدای آمریکا